سلام عزیزان، من روح الله دادخواه هستم. امیدوارم حالتو خوب باشه. از سری برنامه های اختراعات و طرح‌ها در خدمت شما خوبان خواهیم بود. عزیزان، در این ویدیو قصد داریم طریقه طراحی یک توپ فوتبال رو به شما آموزش بدیم. همینجور که میبینید ما این توپ رو توسط چرم دوخت زدیم و از کیفیت خیلی خوبی برخوردار هست و ما قصد داریم در این برنامه طریقه ساخت او رو به شما آموزش بدیم. برای دوخت توپ چرمی ما باید ابتدا میتونیم حداقل یک نقشه انفجاری از اون رو روی کاغذ پیاده بکنیم. همینجور که میدونی توپ فوتبال از 20 گل 6 ضلعی و 12 گل 5 ضلعی تشکیل شده. همینجور که در شکل میبینید. خب ما برای طراحی این توپ، چون که ما در واقع در بازار 3 مدل چرم داریم. چرم بز، چرم های از پوست گاو و پوست شتر. پوستای شتر ضخیم هستن و برای تولید زین اسب به کار میرن. چرم های بز بیشتر برای تولید کیف و نازک هستن، مثل این. الان یک چرم بز هست که نازک هست و این چرم ها در واقع چرم گاو هستن و از ضخامت خوبی برخوردارن. ما از این چرم برای دوخت توپ استفاده کردیم. ما یک شابلونی رو طراحی کردیم از فلز و سوراخ‌های رو روی او قرار دادیم که توسط خودکار فسفوری علامت روی اون چرم می‌زنیم و این محل رو دوخت خواهیم زد. الان همینجور که عزیزان می‌بینید این چرم کمی بزرگ هست. ما توسط این شابلون خط‌های رو روی اون می‌کشیم. اجازه بفرمایید به این صورت دور شابلون رو خط کشی میکنیم و مازاد او رو برش میدیم. این 1.6 ضلعی 5 ضلعی را هم به همین ترتیب. توپی که من قبلا دوختم یک مقداری سایز و بزرگ بود، به خاطر همین ما شابلون خودمون رو این بار کمی کوچکتر کردیم. خب توسط قیچی اونها رو برش میدیم. بهتر هست عزیزان از چرم گاو استفاده بشه که استحکام توپ در واقع در حد اعلا خواهد شد. جالبه بدونید این توپ وزن متعادلی داره که هم میشه از برای ورزش فوتبال از او استفاده کرد و هم میتونیم در ورزش والیبال هم از او استفاده بکنیم. همینطور که میبینید از به خطوط اضافه چرم رو میبریم. بله، یادتون باشه عزیزان برای دوخت توپ باید از دو سوزن استفاده کنید که به او دوخت دو سوزنه میگن. همینجور که میبینید ما از دو سوزن استفاده میکنیم و یک نخ، یک دوخ از راست و یک دوخ از چپ میزنیم. میتونیم حتی دوختمون رو دوبار تکرار بکنیم، ولی چون این از نخ خیلی محکم و ابریشمی هست یک بار دوخ کفایت میکنه که در ادامه برای شما توضیح خواهم داد. خب عزیزان، ما توسط یک ماژیک سی دی جای سوراخ‌های دوخت رو روی چرم
در واقع علامت میزنیم به این صورت. و این رو هم همینطور. توجه بفرمایید که توپ هایی که شرکتی و تجاری هستن حدود 8 دوخ در هر زل دارن، ولی ما در توپ قبلی که دوختیم 13 دوخ داشتیم، یعنی حدود دو برابر ما دوخ داشتیم که کیفیت توپ بالاتر خواهد بود. خب عزیزان، این سوراخ ها را توسط سنبه هایی همینجور که در شکل میبینید، ما از سنبه نیم میلیمتر استفاده میکنیم و توسط چکش و در واقع تختی که زیر او قرار میدیم این سنبه ها را به ترتیب سوراخ میکنیم. در واقع توسط سنبه سوراخ هایی را ایجاد میکنیم و بعد کار دوخت را آغاز میکنیم. من سوراخ ها را آماده میکنم و ادامه برنامه را در خدمت شما خواهم بود. همینجور که میبینید سوراخ ها زده شد. اون چم را هم به همین سبک سوراخ خواهیم کرد. حتما باید زیر چم یک تخته رو قرار بدید، چون نوک سنبه ممکنه آسیب ببینه و کار شما در واقع به مشکل بر بخوره. این هم به همین ترتیب همینجوری که میبینید سوراخ ها آماده شدند برای دوخت. خب عزیزان، یادتون باشه طبق توضیح ما همیشه یک در واقع 5 زلی رو در نظر میگیریم و همیشه 6 زلی دور این 5 زلی قرار میدیم و به همین سبک دوخت رو ادامه میدیم. الان طبق شکل ما یک 5 زلی رو برمیداریم و یک 6 زلی رو به کنار رو قرار میدیم به این سبک. یادتون باشه باید توپ رو از پشت بدوزید به این صورت. پشت به پشت چرب 5 زلی و 6 زلی رو به هم دوخت میزنید توسط دوخت دو سوزنه و بعد از این شما یک 5 زلی دیگه اینجا به سلاح قرار میدید. یک 5 زلی اینجا، 6 زلی رو ادامه میدین، دوخت میزنید و انتهای هر دوخت رو در واقع دو گره میزنید. خب در ادامه روش دوخت رو به شما توضیح خواهم داد. دوخت دو سوزن خودمون رو آغاز خواهیم کرد. در ابتدا وقتی که در واقع کار رو شروع میکنید مطمئن باشید که تمام سوراخ ها درست تا انتها سوراخ خورده باشه به این صورت. خب در مرحله بعدی به این صورت شما عزیزان میتونید از یک دم باریک هم برای اینکه سوزنتون رو راحت بکشین بیرون استفاده کنین. در مرحله بعدی همون سمت رو یک بار دیگه
از چپ در واقع به راست دوخ میزنی به این صورت، و در پایان هر دوخت محکم نخ رو میکشین. در مرحله بعدی به این صورت دوخت رو ادامه میدیم. به این صورت الان با سوزن دیگه یک کوک به جلو بریم. صورت میتونیم عزیزان از دمباریک استفاده بکنیم. نخ رو کمی باید بلندتر بگیریم که از سوزن خارج نشه. بوخت رو ادامه خواهید داد. این صورت بعد از مدتی که دوخت رو شروع کردی، کم کم دستتون سرعت عمل رو در واقع پیدا خواهید کرد. به این صورت یک دوختم از این ور، یکی دیگه از این ور. یکی ادامه بدیم. بله. هر چقدر تعداد سوراخ‌های ما بیشتر باشه، توپ ما از استحکام بالاتری برخوردار خواهد بود. خب اجازه بدید من این کوک رو هم کامل بکنم. به این صورت از مواقع این دو نخ را محکم می کشید تا کوک
پوک ها محکم بشن. ادامه میدیم کار رو به این صورت. آخرین سوراخ رو هم دوخت میزنیم. به این صورت و سوراخ پایان. آخر بار محکم میکنیم. بله عزیزان، شما مشاهده میکنید که دوخت دو سوزنه ما اکنون انجام شده و در پایان یک در واقع شیش سلید رو دوباره سوراخ میزنه به این سمت میچسبونیم، یکی به این طرف، همینجور ادامه میدیم تا توپ ما دو گل از انتهای اون که مونده در واقع توپ رو وارونه میکنه. به این صورت توپ رو وارونه میکنیم و انتهای کار رو دوخ میزنیم. یادتون باشه توپ رو ما وارونه دوختیم و یکی از گل های ما همینجور که در شکل میبینید، گل های در واقع پنج زلی ما محل خروجی والف توپ هست که ما در واقع از یک سنبه 6 که سر او 6 میلیمتر هست در واقع یک سوراخ مرکز چرم رو پیدا میکنیم و یک سوراخ این قسمت میزنیم و از قبل که یک تیوب توپ رو خریداری کردیم از داخل این چرم چسب میکنه. همینجور که میبینید جای والف رو میبینید، من این رو گذاشتم چسب کردم زیر گیره و یک روز گذاشتم موند و بسیار محکم شد. سر والف از این قسمت سوراخ خارج شده. در پایان هم شما این قسمت توپ رو برش نمیدین، این قسمت رو در واقع دوخت نمیدین و توپ رو وارونه میکنین و دوخت‌های پایانی رو میزنین. مهم این هست که شما یک پارچه‌ای رو باید درون توپ قرار بدین روی تویوب که وقتی دوخت‌های پایانی رو میزنید سر در واقع سوزن توی تویوب شما نره و به اون آسیب نزنه. در پایان کار شما با دمباریک اون پارچه رو از جایی که دوخت نخورده میکشین بیرون و انتهای کار رو دوخت میزنید. عزیزان، من این توپ رو قبلا دوخت زدم، آماده شده و از کیفیت خوبی برخوردار هست. این توپ رو میتونید شما عزیزان به عنوان کاردستی در واقع درست کنید و حتی میتونید در ورزش از او استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو هم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. لطفاً ما رو لایک کنید. شما را به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.